سلام و عرض ادب خدمت بینندگان و تماشاچیان خیلی خیلی محترممون که این مدت انقدر به ما حال دادین و عشق دادین و صفا دادین و کامنت های قشنگ گذاشتین. من شخصا شرمنده شما شدم. من که واقعا دارم بانوشویی میشم دیگه، از آقا شویی دارم به بانوشویی در میام. Not bad. مهم اینه که مردم هر در هر پوزیشنی دوست دارن. علی جان اشکال نداره، یه مدتی آقایی بودیم، آقا شو بودیم واسه الان هم آقایی متا در خدمت بانو شو. اما در خدمت بانو شو. آقا این خدمت از اون خدمت هاست که نصیب هر کسی نمیشه. هر کسی الان، من یه وقته یادمه یه روزی از جلوی مغازه مرحوم فردین رد میشدم، یادش گرامی، از میدون بنک. بله. آقا با چه فرش فروشی داشت، فهمیده بودم که اینجا مغازشه و فکر میکنم اون موقع 14-15 سالم بود. بعد اومدم اون روبرو فردین رو دیدم، خیابونه و اول اینجا میدون بنک یه خیابون داره که این ور اوریب میره بالا و خیابونه شلوغی، آدم میرفت و میمد، از دور نگاه میکردم ولی روم نمیشد وایستم نگاه کنم. مثلا یه ذره میرفتم بالا نگاه میکردم به چپ فردین رو میدیدم، بعد یه ذره میرفتم یه صد مترم بالاتر تا جایی که دیگه دیده میشد مغازه، یه ذره اضافه تر میرفتم چون فکر میکردم همه دارن الان من نگاه میکنن. بعد یه عقب گرد میکردم به یه بهانه دوباره برمیگشتم. باورت میشه شاید 10 بار من این کارو کردم. یعنی شاید عشقو ببینید، عشق دیگه. آره. این بهش میگن عشق. و مطمئنم، ایمان دارم با شناختی که من از ابرمرد سینمای طلایی دارم، زندگیات فردی، ایمان دارم که اگر چشمش به علی جون خورده بود 100% میرفت بیرون. واقعا چون همچین مرامی داشت، چون دقیقا تمام اون لحظات و ثانیه به ثانیهش رو یادمه که میدیدم همش مشغول این بودی که میومد دم در یه گپی میزدن، دوباره تا برمیگشت میشست یکی نشسته بود اونجا باش حرف میزد، بعد دوباره یکی دیگه. یعنی انگار مثلا طرف اومده دفتر کار ریاست جمهوریش نشسته، یه همچین حال و هوایی. انگار نه انگار مثلا یه مغازه دار اونجا نشسته، انگار یه انسانی که مثلا شهر داره اونجا نشسته. نه فردین بوده نشسته، سمتش خیلی بالاتر از شهردار و فرماندار و فردین مردمه. فردین باورتون نمیشه چه عشقی میکردم وقتی نگاه اون قد و بالاش. چرا نرفتی تو علی؟ خیلی از ببین سالها به این فکر میکردم. وقتی 2 سال از اون اتفاق گذشت، یه روز صبح، اون موقع مثل الان نبودش که همه تلفن، اصلا تلفنی در کار نبود، اصلا وجود نداشت. آقا اومدم سر کوچه یک کیوسک روزنامه فروشی بود، این پاتوق من بود. صبح که از خونه می اومدم اول جلو در اینجا وای می ایستادم، مجله تیتراشو می خوندم، اونو نگاه می کردم، اونو نگاه می کردم. آقا ما اومدیم رسیدیم به اونجا. البته اینم ناگفته نماند، شب قبلش یه اتفاقای افتاده بودش که مثلا من از تو حال هوای خودم نبودم، آدم کسلی بودم، تو اون روزا شاد نبودم، غمگین بودم. بعد با سن کمه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده بودش، حالا شاید یه روزی یادم بیاد بهتون بگم. بعد یه دفعه دیدم، رسیدم اونجا دیدم تیتر تمام روزنامه ها زده جهان پهلوان مرد، فردین مرد، فردین سینما ایران مرد، فردین مرد، فردین مرد. یه اون انگار دنیا رو سرم خراب شد. چون تو حساب کن من تازه 5-6 سال بود با ویدیو VHS آشنا شده بودم و برای من فردین شده بود ابرمرد سینما. اصلا نفهمیدم چجوری. آقا من هر چی پول داشتم، خب اون موقع درآمدی نداشتیم که مثلا به ما پدرمون اندازه مثلا یک کرایه ماشین رفتن اومدن پول میداد، پول تو جیبی میداد. رفتم آقا اینو بگیر و اونو بگیر و
تمام مجله ها و روزنامه هایی که اسم فردی روش بود اینقدر شد. همه رو خریدم اومدم خونه شروع کردم دونه دونه میخوندم که قرار بعد رسید به ساعت 6 و 7 بعد از ظهر یه اخباری ببین اخبار تو ذهنم ضبط کردم یه اخباری داشتیم به اسم اخبار علمی و فرهنگی جزء اخبار رسمی جمهوری اسلامی نبود یعنی اگر میخواستن یه خبر رسمی بگن میذاشتن ساعت 9 شب میگفتن خبری از تلویزیون آره یه خبر نیمچه خبری بود ساعت 7 شب پخش میشد اسمش اخبار علمی، فرهنگی و هنری بودش اسمش هم همین بود و زیادم مخاطب نداشت ما آموزشی بود یعنی اخبار میداد مثلا خبر مثلا گفتش آقای کوچیک آره چیز آره مثلا خبرای راجع به رئیس جمهور و خبرای بزرگای دنیا رو این نمیگفت اون ساعت 9 شبیه میگفتش اون دوره اینطوری بود آقا ما یه دفعه تو همون حال هوای مجله ها رو زمین چارزانو زدیم پاهمون خوش شده از ساعت مثلا 10-11 صبح شروع کردیم مجله خوندن اینقدر مجله ها زیاده شده هفته بعد از ظهر عشق میریختم توی این مجله تو بعضی از این مجله ها روزنامه نگار سردبیرای زمان شاه هنوز اون موقع زنده بودن یه سری هاشون هنوز دست به قلم بودن میومدن خاطراتشون رو از پشت صحنه مثلا فردین سر فلان فیلم مثلا رفته بود روزنامه چیز گرفته بودش اتوبوس خریده بوده برای بچه های بی‌بضاعت بالای یه کوه میرفتن مثلا بچه ها مدرسه سرویس نداشتن عباس و فرستاده مثلا هم دورش شفته خریده اینو مثلا تو یه دونه این مجله ها خوندم تو یه مجله دیگه خوندم که آقا مثلا بهش میگفتن آقا دیگه آقا مثلا آقا بر. مثلا اون سینمای فلان جایی که داشته میساخته دست چقدر آدم بیکار اینا رو تو دنیای خودم قرار بودم یه دفعه صدای تلویزیون منو نظرم رو جلب کرد نگاه کردم دیدم اخبار علمی فرهنگی داره میگه که محمد علی فردین قهرمان کشتی پیشکسوت ایران هیچی راجع به سینما و هنرمند خیلی کوتاه و هنرمند پیشکسوت فوت کردند و فردا تشییع جنازه این مرد از جلوی استادیوم امجدی رأس ساعت 8 صبح تا تالار وحدت یا بهشت زهرا تشییع جنازه خواهد شد من برای اولین بار اینقدر بال درآوردم اسم فردین از تلویزیون شنیدم فردین تلویزیون با اینکه اخبار علمی فرهنگی بود اخبار بزرگی نبود ولی اون شب تهران ترکید تهران اون شب تهران نبود اونایی که هم دوره منن میدونن چی بود همه هول و هوای اینو داشتن فردا صبح خودشونو برسونن امجدیه آقا ما یه دوچرخه داشتیم رفتیم سر وقتش روغنکاری بکنیم و چه میدونم دستمال بکش و همه چیزشو مرتب کردیم ساعت هم گذاشتیم از ساعت نمیدونم 5:30 صبح چون خونه ما امیریه پایین شهر میخواستم از اونجا بکوبم برم کجا میدون هفته تیر امجدیه یعنی حداقل با ماشین میخواستی بری یه ساعت و نیم دو ساعت راه بود تو فکر کن من اینو میخواستم با دوچرخه برم من از ساعت 5:30 صبح بلند شدم باورت نمیشه از ساعت 7:30 خوردم به ترافیک اصلا همچین جمعیتی ندیدم سالها بعد یه برنامه داشتم میدیدم با یه دونه از کسایی که مردشور بودن توی بهشت زهرا صحبت میکردن میگفتن که پر صلابت ترین و پر هیاهو ترین تشییع جنازه‌ای که تو کل این 30-40 سالی که کار کردی تو بهشت زهرا مال کی بوده گفت اولش مال آقا فردین بود دومش مال آقای خسرو شکیبایی بود میگفت تا این اواخر هم مال آقای مرتضی پاشایی ولی چه جمعیتی اومده فکر کن امجدیه کجاست من از 5 تا ایستگاه جلوترش دیگه نتونستم جلوتر من تا سالها وقتی که جنازه این ابرقدرت رو میشستن رو داشتم فیلمشو؟ بله مگه فیلمم گرفته بودن؟ بله بچه ها فیلمشو گرفته بودن
اون سالا میگه ولی من ندیدم. من دید، من داشتم سالها داشتم سالها، امیدوارم بتونم الان یه جایی پیداش کنم. با چقدر دوست دارم اون فیلمو. من اصلا جنازه‌شم هیبتی بود، اصلا انگار خود فردین خوابیده. خیلی یعنی بچه‌هایی که دیده بودن، چون اون زمان شیشه‌ای بود دیگه، الان دیگه نمیذارن کسی بره داخل. اون زمان شیشه بود، هر کسی که فوت میکرد دونه دونه میوردن، لباساشو در میوردن، میشستن، بعد کفنش میکردن، بعد میدادن و بیرون نمازو میخونن، تشییع میکردن. اون موهای سفید فردینیش، اون چشمای قشنگ، ابروهای خوشگلشون، لبای قشنگش، اون صورت مردونش، چنان آرام، چنان پر نور بود که هیچکس باورش نمیشد که فردین مرده. و اصلا میدونی چی شد که مرد؟ والا اصلا به هر چیزی میشد تو این دنیا فکر کرد جز اینکه فردین بخواد بمیره. تو اون سن ببین، فردین 70 سالش بود مرد. نه خیلی کمتر بود. نه 70 سالش بود. 70 سال بود تقریبا، مثل که 70 سالش بود که مرد اگر اشتباه نکنم، خیلی سال گذشته. وقتی میاد خونه به همسرش مهری جان، مهری روحش شاد، میره حمام و میاد بیرون، به مهری میگه که 70 سال بود. 70 سال بعد به مهری خانوم میگه که مهری جان، همیشه هم میگه مهری جان، مهری جان یه آب پرتقال برای من بگیر، تشنمه، من یه ذره دراز بکشم. این دراز کشیدن معروفشه. آره، که وقتی دراز کشید دراز به دراز، وقتی خانم فردین مهری جون روش شاد میاد میبینه که صداش میکنه که آب پرتقال خنک میخواست، تازه فرش، میبینه که سالهاست مرده. وقتی مرد خیلی یتیم شد. فردین وقتی مرد تازه چراغ خیلی خونه ها خاموش شد. وقتی مرد خیلی بی پدر شدن. وقتی مرد خیلی بی خانمان شدن. خیلی ها صفرشون جمع شد، خیلی ها شب عید نداشتن، خیلی ها لباس عید نداشتن. و این فردین بود که برای خیلی ها پدر بود، شب عیدشون رو می ساخت، دلاشون رو شاد میکرد. و اونایی که بیشمار سر خاکش رفته بودن، به غیر از اونایی که عاشقش بودن، دوستش داشتن، میپرستیدنش، علی همونایی بودن که فردین پدر خانوادش بود. تازه بعد از فوت فردین پدر یتیمان بود و هیچ کس هم اینو نمیدونست. چقدر فهمیدن که آقا فلان خونه، فلان مدرسه، فلان حسینیه، فلان جا. اصلا ببین یه عده‌ای هم اون دوره متاسفانه بر ضد این بودن که آقا فردین رو بت نکنید. چرا؟ چون از فردین وحشت داشتن، چون هنوز اون موقع ناصرخان زنده بود، خیلی از بزرگای سینمای ایران وجود داشتن، ایرج خان قادری اون موقع زنده بود و میگفتن بیک امام وردی زنده بود و میگفتن اگر ما بخوایم بها بدیم بیش از این به فردین، پس فردا باید به اینای دیگه هم بدیم. سعی کردن قضیه، ولی ببین اینقدر فردین بزرگ بود با تمام محدودیت‌های جمهوری اسلامی، با اینکه میگن همون موقع تو همون روزا 4 تا 5 تا پرونده باز توی دادگاه انقلاب داشت، سر سینما که میخواستن مصادره کنن، سر جاهای مختلف، با تمام اونا صدا سیمای جمهوری اسلامی
زیر نظر بیت رهبری جرأت نکردش که پیام ختم درگذشت محمد علی فردین از تلویزیون اعلام نکنه. خیلی حرفه. یه آدمی 20 و اندی سال ممنول کار بود، خیلی حرفه. یه دفعه اخبار اومد اعلام کرد، اصلا یه اتفاق عجیب و غریبی افتاد، یه حادثه اتفاق افتاد، یک حادثه، یه شوک. دقیقا یادمه که من توی لس آنجلس یه کابارهی داشتم به نام دیزی، 24 ساعته بود، پر میشد، خالی میشد، از ساعت 9 شب تا 12 خانواده بودم، حتی رقص عربی هم نمیذاشتیم، برای اینکه بچه میآوردن رقص عربی نمیذاشتیم، من نمیذاشتم، یه زن لخت رو نبینه یه بچه مثلا 5 ساله 4 ساله با خانواده. آفر. من میخوندم، شایان عزیز خواننده میخون، ارکستر داشتیم، زنده یاد مهدی تاکستانی، استاد ساز یحیی، تار یحیی اونجا میزد، زنده یاد حسین صمدی آهنگساز اونجا میزدن، عمو کامران حسین کامروا اونجا میزد، احمد بیت اونجا میزد، همین آقای جناب آقای عطا خواننده عزیزمون اونجا میخوند و برنامه های مختلف داشت. تا ساعت 12 خانوادگی بود، 12 تا 2 اینا میرفتن، 12 یا از ساعت 2 دقیقه به 2 میزا رو کارگر رو تمیز میکردن برای ساعت 2 تا 4. اون وقت دوباره موسیقی خواننده فلان، رقصنده فلان، از کجا میومدن؟ 12 از سینما میومدن، از تفریح میومدن، از مهمونی میومدن، اینا تا ساعت 4 تا 6 اینا میرفتن، 4 دیگه بچه ها نبودن دیگه. نه دیگه 4 مردم میومدن، از کازینو ها میومدن، دیسکو ها میومدن، کاباره ها میومدن، نمیدونم پخش میشدن، میومدن تا 6-6:30 صبح، باز موزیک بود، میومدن کله پاچه و حلیم و چی و چی و بخور و بخواب و بشین و وال و بچه ها و کارگر ها و همه با هم یه خانواده بودیم. هنرمندان میومدن، بانو هایده میومد، بانو جمیله میومد، نمیدونم بلدکست میومد، شهبال شبپره، شهرام، نمیدونم همه بودن، همه آقای معین، آقای مرتضی، همه میومدن. تنها جایی بود که باز بود. یه روز که من داشتم میخوندم وسط آهنگم، یه در داشت اینجوری، در بزرگ تگزاسی داشت اینجوری، وقتی یکی میومد تو اینجوری باز میکردم، وارد کابره میشدم، صحنم استیجم درست روبرو در، من همین که وایسته بودم شام میخوندم، قیامتم بود اون شب، یعنی هر شب، الهی شکر، هر شب این روزی برکت بچه ها بود اونجا. یهو درواش فردین در اومد تو. آمریکا؟ بله، تو لس آنجلس. شوخی میکنی؟ یهو در اومد تو. من زبونم بند اومد، شوکه شدم، هنگ کرده بودم، موزیکم داشت میزد، من یهو گفتم فردین اومد. این جمعیت از رو صندلی ها همه بلند شدن، به پاش بلند شدن، علی سوشون به این میگن، شک، بلند شدن جلوی فردین. فردین دم در ترسیده بود یه جورایی، گفت نه این ترورمون کنم، بله قربونت برم. فردین، من چنان فریاد زدم، شک شده بودم که فردین اومد، همه بلند شدن رو به در کردن، در فردین لای در بایستده و دویدم میکروفون و همه رو پرت کردم، مردم رفتن هجوم آوردن طرفشون،
خلاصه بادیگارد مردم رو نشوندن، فردین اومد و با همه یه عده ریختن، ماچش کردن، بغلش کردن، بوسیدنش، بوش کردن، دستش رو ماچ میکردن. اصلا نمیدونی علی، نمیدونی چه منظره بود. اومد نشست جلوی صحنه، خیلی جالب بود. من اولین آهنگی که فردین از در اومد تو رفت نشست اونجا، آهنگ اومدم از هند اومدم گنج قارون، خب ای کارو نمی‌کردم. یا گفتم اومدم از هند اومدم با ماشین. فردی به من اینجوری کرد، گفتم من بلند شد. خیلی مشتی بود. بلند شد. بعد اون رقص فردینیشو انجام داد و میکروفون رو گرفت و شروع کرد خوندن. صدای فردین، رقص فردین، شب قشنگ ایرونی تو لس آنجلس که هرگز فراموش نمی کنم. ساعتی هم که میخواست خداحافظی کنه و بره، برگشت گفت به بچه ها، به منیجرهای من، به کارمنده ها، بچه ها، همه اونایی که اونجا بودن، همه خواستن باش عکس بگیرن، بغلش کنن عکس بگیرن، آشپز، گارسون، اسپانیش ها. من ظرفشور اسپانیش و آشپز اسپانیش داشتیم، عبر یادش گرامی. اونم چیز شده بود که محیط شده بود که این کیه خلاه، گفتن این سلطان سینمای ایرانه. برگشت، میدونیم به بچه ها همکارای گل من چی گفت؟ گفت من این آقای تهرانی دست شما میسپارم. همیشه تو سندیکای هنرمندان تو ایران به من گفت آقای تهرانی. همیشه میگه آقای تهرانی. روحت شاد. من چه خاطراتی دارم، چه خاطره های خوبی ساخت. اول برنامه دیگه شد وسط برنامه. اگه موافق باشید یه خواهش کنم رو زمین نندازید. نه خواهش میکنم. بریم یه رقص دو نفره شما رو تو فیلم بده در راه خدا فکر کنم. مواظب کلات باش. من خیلی اون رو دوست دارم. خیلی کار قشنگیه. وقتی دست رو میندازه رو گردن شما، وقتی اونجوری تلو تلو میخوره. به من میدونی چی گفت فردین؟ آقای میلوهی کارگردانش بود. فردین به من گفتش که تو نمیرقصی ها. فردین به من گفت تو نمیرقصی ها. گفتم با چرا مثلا؟ گفت من باید برقصم. منم شیطنت کردم. از اینجا به بالا عین مجسمه، اینجا به پایین حالا قرش بده. فردی وقتی فیلم رو دیده بود برگش گفت حقا که تو شهناز تهرانی هستی، آقای تهرانی. خیلی دوستش داشتم. خیلی مهربون بود، خیلی انسان بود، خیلی پاک بود، خیلی بامرام بود. خیلی راجبش حرف دارم، نمیشه تو یه سفر گفت. واقعا نمیشه. باید تو مراحل مختلف از سلطان قلب‌های ایران حرف و حدیث زد تا شما بیشتر بشناسینش که فردی چه کسی بود. و من واقعا خیلی خوشحالم که تو سزون جدید ما قرار تمام چیزهایی که توی سزون اول، توی دوره اول، یعنی توی اون 10-12 قسمت اول بانوشو از قلم افتاد یا بهش کم پرداختیم، وقتم نکردیم علی جان، وقتم نکردیم، در این سزون و در این دوره به اون به شایستگی بهش بپردازیم. و شما از این به بعد چیزهایی رو در این قسمت جدید و این سری جدید بانوشو خواهید دید و از زبان بانو شهناز تهرانی خواهید شنید که تا حالا هیچ جایی نشنیدید. به قول معروف میگن آقا اینجا چیزایی پیدا میکنید که تو هیچ عطاری پیدا نمیشه. من گنجینه خاطراتم، برای اینکه هم با چشمم دیدم، هم با گوشم شنیدم، هم لمس کردم،
هم زندگی کردم با این خاطرات. یه روزی باید ماجرای مامانم و فردین و آبگوشت و کرسیشو براتون بگم که روح هر دوشون شاد، روحشون شاد. بریم ببینیم این تصاویر. آره. خدا رو شکر که این تصاویر به جا مونده. آره. اگر واقعا الان سالهاست دیگه فردین بین ما نیست، متاسفم، ولی بانو هست، ولی این تصاویر زیبا هست و ما در کنار شما میریم این لحظات زیبا رو با هم تقسیم میکنیم و برمیگردیم به استدیوی 1,784,322. یه دفعه دیگه اینو بگو اگه گفتیم. برمیگردیم.